احمدی شاد اومد. سلام اسماعیل. سلام. چرا شیرنی خریدی اسماعیل؟ خب دیگه خودت شیرنی هستی. هی بابا دست درد نکنه شاد اومد. دست پاهم نشسته تا حالا اینطوری نبودم. افسوس که دوره جوانی طی شد، آن تازه بهار زندگانی دی شد. سلام. سلام. ترس نیست جوان، اسمش عشق. صفایی داره عشق به زندگی. انشاءالله پشتت از دشت به کوه زندگی باشه. اینو بده به عروسه. سال به سال اومد تا امروز. من دیده بودم سال به سال که اومد و رفت. خونم روشن شد از عروسی مثل تو. جایی مادرم خالی که ندیدم روزو. روزه به این قشنگی تو قصه هام نبوده. عروس به عروس تو خانواده ما چرخیده. حالا مال توه، یادگار عروسی مادرم. عاقبتمون به خیر نشسته برادر. ترسم زیاد بود از امروز. حرف ندار، با حلالمون کنار هم نشستم. ترس من از ندیدن نوه هامون. ما ایم و همین نوه های نیومده. میان انشاءالله. بله میان. میان.
میخوای؟ چی میخوای تو؟ بیرون موش معدنچی، چرا معطلی؟ بیا بیرون جلال. بیافت. ای کاش برادری مثل تو نداشتم. ما به اون عروسی نیومدیم تا جلال با تو روبرو نشه که اونجا به هم نریزه. تو الان باید اونجا باشی، اینجا چی کار میکنی؟ خانم، خانم چی شد؟ هاشم بیا، بیا، بیا هاشم. قادر، قادر، تو دشمن منی نه برادر من. چرا دست از سرمو برمی میداری؟ چی میخوای اینجا؟ مگه تو کافری؟ صورت به زنگ سوگه چفتار قادر تو رو خدا از اینجا برو کاریش نداشته باش بیشرف با یه پیر مرد زورت به یه زن رسیده مرد من خونه نیست مرد این خونه که مرد نیست خواهر تو باید با من بیایی ربیو این چه بلایی بود به سر ما نازل بسار ای بی صفت بابا بابا
یادمون برسی. تو برادر من نیستی، چی با خواهرش این کارو کردی؟ خنجر واسه برادرت میکشی؟ بیا بریم عاطفه. جلال پسر عموی توه، قلم پات بشکنه که حرمتشو شکستی. اون از وقتی با تو عروسی کرد دیگه پسر عموی من نیست، فقط شوهر توه. حالا اومدی که چی؟ تو رو ببرم که میبرم. مگه کشته منو ببری؟ جلوی من حرف از پسر عموی نامردمون میزنی؟ آره؟ چه کرده جز خوبی درباره همه تو؟ چه درد سری براتون درست کرده؟ جز این که به همه تون محبت داشته؟ با من میای که باید بیای. قلب سوراخ شده ای من به چه دردتون میخوره؟ رابعه عروس شماست. رابعه عروس عزیز ماست. اسماعیل هم داماد شما. ما خواستیم با این عروسی دشمنی یادمون بره. دشمن تازه‌ای هم نداری. از هر دوی ما خونی ریخته شد. نمیخوایم خونه بیشتر. گوش بده برادر، خودت میدونی من سالهاست قصدانو ترد کردم و اون دیگه پسر من نیست، از خون من نیست. گفتم هرچیش رو زیاد کن، خطری نداره. با این خرج انفجار تا فردا بارون خاک داریم. بگو بچه ها برگردن سر کارشون، نه ترسین از خاک که برکت معدن. آقا جلال به دادم برس. آقا آقا خدایا خیر باشه. چی شده باشم؟ پریشون میان. خبرت بد نباشه که طاقت ندارم. چه بلایی سرت اومده؟ چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ آقا جلال اون نامرد از خدا بی خبر مثل شمر به ما حمله کرد. حمله کرد؟ چی حمله کرد؟ از کدوم نامرد حرف میزنی؟ مادر خونه رو داغون کرد، خانم رو کتک زد. نخریدم که مفت از دستش بدم. تفنگ و فشنج هر روز یک قیمتی داره. حالا که اومدیم پای معامله چی شد؟ حرست بالا گره؟ نخر پس نفرستادم دنبالت. ما رفیق راهیم، رفاقتمونم بیشتر میارزه. رعایت تو کردم، وقتو تلف نکن. نه حرست تو نه عجز ما. بگو برکت. برکت. ما یادت باشه برای زدن شکار گرفتیم. بری کوه عقاب، اونجا تحویل بگیری. بندازشون زو. پس ما رفتیم. بریم. خوش اومدی برادر. شنیدم گل کاشتی. کاری بود که باید میکردی. راهش همین بود. قرارمون به خون نبود.
اخ نکن. ما درست عمل کردیم. منم به نفع تو گره رو کوتاه کردم. بگو ببینم. خواهرمون رو چه کردی؟ جاش امنه. جلال دیگه باید پیداش بشه. این نقشه رو تو کشیدی؟ تازه شدی مرد میدون که بدونن قادر چیه؟ برسم اینه که جای پای جلال سفتر بشه. ما باید به حق خودمون برسیم. میراث پدرمون مال ماست، نه مال پسرمون وامون. اما نه به قیمت خون و خون ریزی. پدرمون به جای رخصت دادن به ما شده چراغ خونه جلال. جلالم که مفت و مجانی به همه چیز رسیده، هم عاطفه هم ثروت. ببین قسم، عاطفه حرف دیگه ایه. اون خواهرمونه و در بندمون. فقط یادت باشه جدا کردن عاطفه از جلال کار ساده ای نیست. یک عمره 15 سال به خاطر این زندانی کشیدم که به حقم برسم. نمیذارم جلال مفت و مجانی به همه چیز برسه. قادر جلوی جلال وایسا، مردونه وایسا، وقت رو تلف نکن. غلط یا درست، جلال و عاطفه نباید صدمه ببینن. این یه بازیه که پدرمون وصیت‌نامه‌شو تا زنده است عوض کنه. اما یادت باشه دیگه نباید خونی ریخته بشه. گوش کن، 15 سال پیش تقدیر خواست دست من ناخواسته آلوده به خون بشه. بعدم افتادم گوشه ی زندان. حالا اگر کسی بخواد صد راهم بشه خونشه میریزم، چه عاطفه باشه چه دیگری. سلطان ببین کیه؟ کیه؟ جلال. یا علی. اومدم آقا جلال. سلام ننه سلطان، حالت چطوره؟ آقا جلال چرا دیر اومدی؟ مش سفر چطوره؟ اونم خوبه؟ خوبه، مشغول تو قهوه‌خونه. عاطفه کجاست؟ نیاوردیش؟ پیداش میشه، دور نیست. وا، تو خونه زندونیش کردی؟ دفعه دیگه بیارش سید جلال. باشه، میارمش. خوش اومدی بابا. سلام پدر. خبرت خوش باشه. چی شده؟ اومدی عیاده؟ عروسیتون بخیر. ولی من چرا باید خونم خراب بشه؟ اصلا عاطفه چی کار است؟ ما حتی به عروسی نیومدیم تا این زخم کهنه سرباز نکنه. چی میگی؟ بیا تو، بیا بیا تو، دهن تازه کن، حرف زیاد. بابا با تو خستگیم در میره. ای جان بابا، چی شده بده؟ چیزی نیست بابا، زخم خنجر یه مزدوره که کارگر نشد. چه کسی جرأت کرده پدر؟ چه کسی؟ فتنه‌گر فتنه میکنه پسرم، اما آدم باید صبور باشه. همه چی درست میشه. عاطفه رو چرا نیاوردی؟ اون عروس خوبمو چرا نگام میکنی؟ سوال کردم عروسم کجاست؟ عاطفه؟ بله، عاطفه کجاست؟ منم همینو میخوام بدونم. من با قادر چه کردم جز احترام؟ کشتی منو، بگو قادر چه کرده؟ عاطفه چی شده؟ مصیبت همینجاست. باورتون بشه، این زخم اول بود. زخم دوم به خونه من خورد، به دست یک نامرد. عاطفه رو دوست دیدم. عاطفه پاک به خونه من اومد،
بهش شد خونه من. ما چه کردیم؟ رفتیم از اینجا که سر و صداها بخوابه. گفتن قصان بی آبرو ممکنه قصد جانشو بکنه. توف بر من اگه از اون ترسیده باشم. رفتم از اینجا که سر و صدا نباشه. میدونی اون که عروسی ما رو به خون نشون کی بود؟ همون قصان بی آبرو بود. حالا نشسته میگه من نبودم. اما من اون چشما رو دیدم. به ناپاکی چشمای قصان بود. حالا قادر شده قصان دوم. ولی پسرم خون و با خون نباید شست. از وقتی که عاطفه به عقد تو در اومد قصان از این خانواده زخم خورد. شما را به خدا بذارین من جواب اون نامردار رو بدم. جلال داداش جلال خوش اومدی داداش جلال. چی شده؟ میدونستم میرسی. چی شده؟ دیدی چه کردن نامردا؟ با کدوم رو به مردم نگاه کنم؟ همه چی رو به هم ریختن. پدر رو دیدی؟ زخمش رو دیدی؟ راحتش بذار اسمایی. درد خودمون بزرگتره. چی شده جلال؟ عاطفه کجاست؟ عاطفه گم شده. از برادر کتک خورده. برادرشونو دزدیده. به کی میتونم بگم؟ حتما به تحریک قصانه. از قادر کتک خورده. ریم خونم و قادر شکسته. قادر مرید قصانه. دست به قرضش داره. آخه تا کی میشه این خفت و خاری رو تحمل کرد؟ بس کنین بابا، بس کنین. هر کاری راهی داره. تو رو داماد کردم که جنگ کهنه بین این دو خانواده تموم بشه. جنگ تازه نمیخوام. مگه راهی هم مونده پدر؟ بذارین من خودم مسئله رو حل میکنم. اون همه چیز منه. قادر اگه قادر برادر بود این کارو نمی کرد. این بلا رو سر خواهرش نمی آورد. مگه ما چه کردیم؟ قفص این زبون بسه ها تمیز نشده زبون بسه. چیه؟ حرف داری تو چشمات زن؟ گفتم حرف داری زن؟ چیه؟ خبرش به گوش تو هم رسیده؟ زن محرم راز شوهرشه. هر رازی که باشه. درسته؟ میدونی که من و غسان وارث ثروت پدریم. باید همه کاری این خانواده ما باشیم. میفهمی؟ ها. اینقدر نگو ها. فقط گوش کن تا برات بگم. میدونی چرا عاطفه رو با خودم آوردم؟ چون پدر دل از ما برید. چون راضی به ازدواج عاطفه با پسرمومون نبودیم. پدرمونم که دید پسر رو ترکش کردن دل به دامادش خوش کرد. و با بی‌اعتنایی ما جلال شد همه کاری خانواده. حالا اون یکی برادرش هم اومده. اسماعیل و جلال پسرموهای ما شدن وارث خانواده ما. تا که میدونی ما راضی به این وصلت ها نبودیم و نیستیم. میخوام رازی رو بهت بگم که فقط باید تو بدونی و بس. یادت باشه اگه کسی دیگه ای بو ببره چشمات هم رفته پیش زبونت. یه مقدار غذا بردار ببر ساختمون قدیمی. عاطفه اونجاست.
پدر. سلام پدر. سلام. خوش آمدی پدر. برو زود برگرد. برو. خوش خبر باشی پدر. باز این زن بیچاره رو چزوندی؟ نه، حرف زن و شوهری بود. حرف زن و شوهری؟ از خواهرت خبر نداری؟ چه خبری؟ کی ما به حساب میومدیم که خبر داشته باشیم؟ خواهرتو یه دزد بیشرف به خونش زده و اونو با خودش برده. اون از عروسی، اینم از عاطفه. عاطفه؟ بله. خواهرمو؟ ما اونو به جلال سپرده بودیم. نگران نباش، پیداش میکنم. همه اون از دست تو. این بیاب روی دیگه قابل تحمل نیست. مرده سلام سلام اشرف سلام مندم خوش باشیم اشرف ممنونم اشرف از قادت خبری نداری والا رفتم خونش نبود زنش هم خبر نداره اشرف بهونه گیر داریم اینجا یخ میخوان که ما نداریم از چی میترسی مشتی زمانه زور نمیخوره قیمت مردونه میخواد و غیره بفرما بیشی آقا جلال خیلی وقتی که این طرف ها نیومدی اگه قادر این ورا دیدی بگو جلال دنبالت بچن این دامان شهزاده چی میخواد؟ میبینی شوهرت چه کرده با من مستحق این نامردی نبودم بودم جدا از شوهرم جلال دور از خونه و آبرو نظر بگن خواهر به دست برادر مرد نظر اینجا بمیرم اول خدا دوم تو نظر به بند بمونم خونه خونواده ای ریخته میشه من شوهر خودم خوب میشناسم نرگس بذار من خلاص میشم نترس قادر شوهر توه ولی برادر منم هست من نمیذارم دست به انتقام تو ببره نرگس منو خلاص کن بهم کمک کن تو رو خدا تو رو خدا راضی نشو خفت بکشم تو رو خدا سلام نرگس جون خوش اومدی بیا بشین کجا بودی؟ قضیه رو شنیدی؟ از عاطفه خبر داری؟ ها میدونی کجاست؟
نرگس، نرگس جون، قربون اون مهربونیت. نرگس، نرگس کجایی؟ نرگس، نرگس کجایی؟ نرگس، نرگس. سلام ننه سلطان، خسته نباشید. سلام عروس خانم، زنده باشین. چطوری؟ میگم ننه سلطان، شما اسماعیل رو این طرف رو ندیدی؟ دوماد؟ شادوماد رو از من میخوایی؟ واسه چی دنبالش میگردی ننه؟ اومده این طرف ها. این طرف ها؟ تو رو خدا بگو اسماعیل رو، اسماعیل رو اینجا ها ندیدیش؟ چی رو ننه؟ با آقا جلال رفتن تو اون دکون بغلی، همین سره، همونجا هستن. خیلی ممنون. به امید خدا. باشه، مهم نیست. شما همینجا باشین، من میرم بالا میارمش. من با تو میام داداش. نه نه، اونجا نگهبان داره. میترسم دردسر درست بشه. تو همینجا بمون. اجازه بده منم بیام داداش. مطمئن باش دردسر درست نمی کنم. آخه اسماعیل، آقا جلال، تو رو خدا مواظب خودتون باشین. باشه باشه، برو بالا. چشم. خوبه خوبه. بردنش، بردنش داداش، بردنش. آتفه خدایا، من چه بکنم؟ دیگه نمیشه از هیچی گذشت. نامردم اگه سر رو تنشون بزنم. اسمایل اونجا رو کجا بردن این زن بیچاره رو؟ حرف بزن. بگو کجاست؟ کجا بردنش؟ Thank you.
جمعه. چی شده؟ ناتی که مفنگی حرف بزن، زود باش حرف بزن، دیالا بگو. ها؟ میگم بردنش. بردنش؟ آقا بازم رام کن. نه 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 بودم حرف بزن الان میگم نه الان میگم چه کردی با خواهرم؟ مگه مرده بودی؟ از باش زدن قادر همچین زدن هیچی نفهمیدم آقا من چه گناهی دارم؟ خدای احد و واحد اگه اتفاقی برای خواهرم بیفته من میدونم و تو زن دامن قضا آورد داد و رم آتفان یه خورده آب خورد همش گریه میکرد نفهمیدی کیا بودن؟ گفتم نفهمیدی کیا بودن؟ بگو من چشم باز کردم دیدم آقا جلال بالای سرمه جلال؟ بله آقا جلال بود حتما کار خودش بوده نباید اینطور میشد ولی خب اتفاقیه که افتاده از اون چه میترسیدم پیش اومد من نمیخواستم خونی ریخته بشه حالا باید فکر چاره باشه بابا نره سلطان اینجاست چیکار کنم ببین چی میخواد بابا اسم این بگو بیا تو حتما خبری داره نره سلطان سالها نور و نمک این خونه بده بگو بیا تو بیا تو بیا بیا حق با تو پسرم بیا تو ما سلطان تو بی خودی اونجا گوش و نیستی حتما یه خبرایی داری بیا بیا تو ما سلطان سلام آتیش با آفتابه آوردی؟ نه همه میدونن چه آتیشی روشن شد سید سلمان من تو این خونه بزرگ شدم بر منکرش لعنه اینا بچه های منن خیلی ممنونن سلطان حرف تو بزن چی شده؟ بگو به سید سلمان میگم به خودم بگو حرف تو بزن ننه سلطان چیزی شده؟ من امروز خونه شیخ صالح پیش رابعه بودم یهو درا به هم خورد آقا قادر اومد چشاش یه تنور آتیش بود درست نفهمیدم اما همش راجع به آقا جلال بگو نگو داشتن من خیلی دل واپسم میترسم یه کاری دستمون بده سید سلمان شما پادر میانی کن یا ابو عبدالله سید سلمان شما با قادر حرف بزن عاطفه رو برگردون سر خونه زندگیش شر رو بخوابون کیا بودن اونجا؟ والا میدونین آقا همه شون بودن جلال تو گل این خونه واده ای از کوره در نرو بیا بشین جلال نگران نباش عاطفه پیش برادرشه غریبه که نیست امروز نه فردا اونو برمیگردونه جلال با تو چه کرده؟ این چه بازیه که در آوردی؟ اصلا تو چی میخوای؟ جلال من با اون چی کار دارم پدر؟ منو کشیدی اینجا این حرفا رو بهم بزنی؟ جلال مرد دیگه ایه اون داماد منه درست مثل پسرم دوستش دارم هیچ کس از اون بدی ندیده زنشو پس بده اون خواهرته خواهرم زنش عاطفه رو پس بدم اون نتونه زنشو تو خونه نگه داره تا وقتی دخترم دور از شوهرش باشه در بند هر کس که باشه من با تو کاری ندارم همیشه رفتارت با من همینطور بوده پدر آدمای دیگر رو بیشتر از من دوست داشتی جلال واسه تو عزیزتر از من بوده اشکال از خودته زیاد طلبی با این سن سال جوونی میکنی جاه طلبی نه پدر اینطور نیست تو همه چیزت شده جلال من خورده ریز این خونه شدم اما اینو فراموش نکن پدر من بعد از غسان تنها پسر این خونم این منم که تصمیم میگیرم چه باید کرد چه نباید کرد خونه خواهرتو ویران کردی خواهر کوچکترت میخواست به خونه بخت بره که غسان عروسیشو عزا کرد
شما ها از بزرگ بودن همینا رو بلدیم. ما هیچ نیازی به نزدیکی با خانواده عموم نداریم. همیشه در جنگ با برادرم سلمان باشم که چی بشه؟ فقط دو پسرش شدن سرکرده خانواده. هر کس به اندازه وجودش، به اندازه انسانیتش. جلال و اسماعیل سر در آخر خود دارن، اما تو به جای دوستی بذر دشمنی میپاشی. جلال باید خواهرم رها کنه و از این خانواده بره، وگرنه با من طرفه. بیشتر تو حلال و به حرام میخوای، خجالتم نمیکشی؟ خون به این تایفه میریزی؟ بزرگی هم میخوای؟ جلال جاش تو این خونه نیست. عاطفه باید برگرده. چیکار باید کنیم؟ اون با من کار داره. اینجا منم و اون پدر. نه کسی دیگه. قصارم هست. یادت باشه. من فکر میکنم تو این ماجرا قصان منافق همه کاره باشه بابا. پدرشون از همه چی محروم کرده. شده یه بیابونگرد یاقی. میدونم پدر. ولی زن من باید برگرده. اگه اتفاقی برای من افتاد، هر چی دارم مال عاطف است. دنبالت میگشتم، اومدم سراغت. اگه تو نمی اومدی من می اومدم. باید خواهرمو به خونه پدرش برگردم. گوش کن قادر، من با تو طرفم. ما به یه جوییم، اما تو میخوای سر بالا بری، من سر پایین. این نمیشه. از همون بهتر که سر پایین بری. قادر، دست از لجبازی وردار. درسته که اون خواهر توه، ولی زن منم هست. خواهرمو باید برگردونی. میدونی که از نظر من عروسی شما باطله. هیچ ارث و میراثی هم بهش نمیرسه تا وقتی زن تو باشه. فهمیدی چی گفتم؟ چرا پرت حرف میزنی؟ خودتو میدونی که من دنبال ارث و میراث نیستم. من فقط زنمو میخوام و بس. خواهرم؟ آره خواهرت. اون زن بیچاره بیگناه. قادر، من میدونم تو اونو تو اون ساختمون قدیمی مخفی کرده بودی. حالا بگو کجاست؟ عجب، من بگم عاطفه کجاست؟ من میخوام از تو بپرسم اون کجاست. خواهرم کجاست جمال؟ سلام. تو که کار خودتو کردی، حالا دیگه چی میخوای؟ چیزی نمیخوام، بی خودی تفره نرو. قادر، مردونه یا علی بگو قار این قضیه رو بکن. بذار خواهرت برگرده سر خونه زندگیش. من رفتم تو محلی که اونو مخفی کرده بودی، اما اونجا نبود. حتما بردیش جای دیگه. قلب سوراخ شده من به چه دردتون میخوری؟ اگر کسی صد راه هم بشه خونش میریزون. تو آتیفر از اونجا نبردی؟ نه، تو اون ساختمون قدیمی نبود. امکان نداره. جمعه گفت تو رو دیده. آره من رفتم، اما به خدا اونجا نبود. مردونه؟ مردونه. بفر ببین دروازه. نه بسته. بریم بالا. برو بالا ببین دستت میرسه. باشه. گرفتی؟ میتونم دستمو ول کن.
دستم بگیره دنیایی که تا توش مرد باشی. حسان کجایی نامرد؟ حسان خودتو نشون بده نامرد. از تو تاریکی شب چراغ راه میشه. حسن! چطور تونستی؟ چطور؟ چه کسی به خواهرش اینقدر ظلم کرده که تو کردی؟ ببین چی شده؟ ببین چه به روز خواهرت اومده؟ کار حسانه. اون منو تو این دام انداخت. میدونم با شکار خونشو میریزم. عاطفه رو چی کار میکنی؟ اونو چطوری برمیگردونی؟ عروسی منم به خون کشیدم. عروس تو خواهر منم هست. این عروس مظلوم چی؟ اون خواهرت نبود؟ از خونه من بردیش به خونخواهی چه کسی؟ من که تو این غم با شما شریکم. دلم از این ماجرا پر خونه. سبا غم تو چه درد منو دوا میکنه؟ تو باعث مرگ عاطفی شدی. شاید تقاص خون عاطفه مرگ من باشه. اما قصان چی میشه؟ باید انتقام خون ریخته شده رو گرفت. زج کشش میکنم. هر کی باعث ریختن خون اون زن بیگناه شد، اول حساب اون، بعد ماجرای من و تو. من میدونم باش چی کار کنم. هیچ کس اونو بهتر از من نمیشنسه. قصان مال منه. هیچ کس حق نداره بره سراغ اون. بعد اون کجاست؟ شاید دم مرز، اما کجاش نمیدونه. اسماعیل کجا رفت؟ چه میدونه؟ اسماعیل! اسماعیل! کجا رفت؟ نمیدونه. قصان پیداش کردم. خب چه اتفاقی افتاده؟ کی شده؟ خبردار شده این قاتل و دومادش به اون جوانه رفتن تو خونه شما در پیکر رو خورد کردن. اسماعیل؟ بله آقا. اون جوانه هوایی شده بود، افتاده بود دوره تو شهر، از همه سراغ شما رو میگرفت. پیده کرده بود به ما، چاره ای نبود. کشوندیمش تو جاده. داره میاد. حالا چیکار کنیم؟ برو بالا خلاصش کن. تر بلو لنت برو خواهم زودتر قصانو ببینم. آرزوی مرگشو دارم. دارم میام قصان. We'll be right back.
خدای احد و واحد، اگه یه موثر اسماعیل کم بشه ریششون از بیخ میچرم و نمیذارم تو این دنیا نفس بکشن. باز داره حرف خودشو میزنه. جلال درست فهمیده. 15 ساله که من قصانو از خونم بیرون کردم. از همون روزی که جلال شد داماد من، بنای ناسازگاری رو گذاشت. اون کینه تو رو به دل داره. این یه زخم کهنه است. اون میدونه وصیت کردم دیناری از ثروت منو به اون ندم. ولی عاطفه، رابعه، اونا چه گناهی کردن؟ قصان زده به سیم آخر. اون با از ما بهترونم گاوبندی کرده. خب بیشتر از اینا نمیشه ازش توقع داشت. از روزی که عاطفه گم شده شما مرتب به من گفتین صبر کن. چه کاری از دست ما ساخته است؟ توکل کن به خدا. ما اصلا نمیدونیم جاش کجاست، نشونش کجاست، هیچ کس نمیدونه. من دیگه قرار ندارم. گیرم که تو هم رفتی. آخه کجا؟ من نمیذارم بری. بودو بیا، بودو 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 کمک کن. داماد شیخ صالح. بله ببر این خونه چیه. ببینم کجا میشه قصانو پیدا کرد. تو جاشو میدونی نه؟ بگو با من میجنگی برم کن. من قصانو بلدی. یالا را بیافت منو ببر پیش قصان. بگی نمیدونم تیکه تیکه هیچ قصای اونو نمیدونه. من رو کشتم. قصانو به خواب ببینی. قصانو نمیدونم. منو ببری پیش قصان. پاشو. من نمیدونم. میدونی میدونی باش معامله میکنی. منو ببر اونجا که قاچاقچی رو میبری. قصان منو میکشن. اگه نبریم اونجا خدا با رحمت قادر بزه در میری. بایشا دنیام بری دنبالت میام. فهمیدی؟ برم کن. چیه؟ هیچی. نبری که از جون گذشتم. پس اینو بدون هیچ چاره ای نداری جز این که مخفیگاه برادرمو نشونم.
چرا؟ برا. گفتی پای پسر عموامونو ببریم که میراث پدرمونو صاحب نشن، ولی با آوردن عاطفه به اینجا به منم خیانت کرد. ببرینش. خدایا آخه چرا من، مگه من چه گناهی کردم؟ منو میکشتی. اگه قرار من و تو این نبود که وصیت‌نامه پدر رو عوض کنیم، حالا کارت به جایی رسیده که تو بقر من و برای من شاخشونه میکشی. هیچ فکر کردی چرا پای تو رو کشیدم وسط؟ چون فکر میکردم با منی. تو با اسلحه اومدی اینجا و به من بگی خواهد!
جاسم و میون و اون همه تفنگچی با دستای خودم کشتم. پس تو هم نمیتونی قصر در بری. همینطور عاطفه و اون مردک جلال. عاطفه را رها کن، حساب اون از همه جدا کن، بذار بره. بذارم بره؟ کجا بره؟ تو مثل اینکه همه چیز رو فراموش کردی قادر. عاطفه عزیز کرده که پدرمونه. من سالها صرف کردم برای امروز. بذارم بره؟ اون در گروه ریاست من بر این قبیله است. پس میمونه. شما همه تون بیگانه، هم تو، هم پدر و هم قادر.
بیافتین. زودتر. آتیش از کجاست؟ اصلاح خونه منفجر شده. آتون مقابله کنین. زودتر. داشو شنیدم. جلال! من اینجام! خدا رو شکر. بریم. بیا. بریم. این دانتی گیر کرده. بگیر. خدا رو شکر که سالم. جلال من، فکر نمی کردم دیگه ببینم. برو بیا بریم.